از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، هم ساری امستاریم، هم آتش زردوشم، هم ساری امستاریم، هم آتش زردوشم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. چه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانیان گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/mehrtv ببین اهرمن با دیارم چه کرد، دیاری که من دوست دارم چه کرد. من از مهر آن خاک سرشار دم، به این عشق دیوانوارم چه کرد. به مردم دلی در جهان شهره بودم، به نامردمی شرمسارم تو کردی. همه دست افتادگان به افتادگی خار و زارم چه کردی. جهان من بودم و عشق جهانی پر از کینه بارم. خبر بودم اما تو با آن همه اعتبارم چه کردی. مگر کمتر از برگ سرو بود ریالم، تو با هفت تومانی دلارم چه کردی. به هر حیله ای هستیم را ندارم چه کرد. زیرم تشنه کربلا روزه خواندی، بلم تشنگان دیارم چه کرد. گلوگاه آزادگان را بریدی، تو بدبخت با بختیارم چه کرد. تو حتی به یک مرده رحمی نکردی، به شاهنشاه شه بی مزار چه کردی. تو با ذات پروردگارم چه کردی. بشر تو با کونش کامکارم چه کردی. دشمن اول سرزمینم، به این آخرین ببین اهرمن با دیارم چه کردی. دیاری که من دوست دارم چه کردی. من از عشق آن خاک سرشار بودم،
این عشق دیوانه وارم چه کردی چه کردی. تمام جهان بود و من بودم و جهانی پر از کینه وارم چه کردی. به هر کشوری معتبر بودم اما تو آن همه اعتبارم چه کردی چه کردی چه کردی. به هر حیله‌ای هستیم را رو بودی نگه کن بدار و ندارم چه کردی. دلم تشنه کربلا روز خواندی دلم تشنگان دیارم چه کردی. دلم تشنگان یارب چه کردی. همه دست افتادگان میگرفتم به افتادگی خارزارم چه کردی. این قافله عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با طرب می گذرد. رفیق من، یار من، غم و اندوی فردا اینا رو چه خوری؟ پیشار پیشار پیاله را که شب می گذرد که شب می گذرد. چی بگم از مسعود سپنده عزیزم؟ در عشق دیدار میهن رفت طرف پیشم باشه گفتگوی داشتم که دیدید حالش خوب نبود، خوب جوری ننشسته بود، قرار بود یک گفتگوی دیگه باش بکنم، خودش مایل بود در مورد عماد خراسانی مهمونی صحبت. داده بود طفلی که همین زل استاد زلفنون اونجا بود، فریدون مشیری بود، بعد استاد زلفنون پسرش یه ترانه از نگاه یاران به یاران برو خوند و اینا. ماشاءالله یادت. درود بر شما جناب استاد اوستا و درود بر عاشقان ایران، درود بر کسانی که دلشون برای ایران میتپه، درود بر کسانی که هنوز در اختیار ایران هستن، نه در اختیار بیگانه و بیشرف و بی همه چیزها. الان در شمال کالیفرنیا یک عده‌ای دنبال گفته‌های هفته پیش در رابطه با زرتشت صحبت کردیم. تشت زرین زمانه و امروز هر کجا که هستید دارید منو ببینید، سیاوش هفستا میخواد یه ارمغان بزرگی رو به شما بده، ارمغانی بزرگ مهربانیارم. تک تک شما وظیفه دارید که کاری که نمی کنید که شدید آلت دست لشکر سایبری جمهوری اسلامی. دستیل مهمی رو امروز آخر برنامه خواهم بهتون بده. کاری که نمی کنید لاغر این سخنان رو پراکنده کنید، همه تون بشید پراکندگان خرد، داعیان آگاهی بخش سرزمین آریایی. در طول تاریخ ما زرتشت ها اگر می اومدن، پیر مغان ها اگر بودن، می دونید
این آیین میترایی و میترایگرایی 7 تا رده داره. از رده پایین شروع میشه، طرف اول ابتدایی هیچ نیست، کلاقه، کلاق، قار 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 میکنه. یعنی چی؟ یعنی پیام ها رو میفرسته، ولی پیام های درست. الان همه تون دارید پیام های باطل رو کلاقوار قار قار میکنید. الان دشمن همه چیز شما رو گرفته، هر پست و شغل و سمت و معلومات و اطلاعاتی که دارید الان دشمن دست. صد بار گفتم بازم میگم، شما آلت دستشید الان با میلشگر سایبری. امروز یک سند مهمی بهتون میگم که بفهمید. الان تو باید کلاق آریایی باشی، کلاق ایرانی باشی. آیین میترا که ساخته میشه که نخستین زرتشت هست، از کوه پامیر تاجیکستان میاد پایین. همونجوری نیست که هر حسین علی بقالی بیاد اونجا بشینه و بخواد نظر بده و توی پارلمان و فلان اینا. پارلمان رو پارل، فرانسوی پارله یعنی سخن گفتن، پارلمان یعنی جایگاهی که سخن میگن. حالا جایگاهی که سخن میگن، کیا سخن میگن؟ کسی که سواد نداره یه رو فعلا رو بنویسه، سواد نداره. حالا برای ما جده افلاطون اونی که نشد که دموکراسی آریایی هم امروز میخوام بهتون بگم چیه. بارها گفتم لاپرده خردمندان گرفتن و فهمیدن، امروز خب میگم عوام هم بفهمن، میخوام کلاقه ها رده اول هم بفهمن. میترا که از اون بالا میاد پایین میگه که اول من تو قار اومدم. قار دفتر سیاسی ماست، دفتر سیاسی ما قاره که بعدا میره زیر میشه مهرابه که تو واتیکان هست. میتونید مهرابه رو بینید تو بعضی از کلیسای قدیم که مال میترا بوده، بعدش مسیحیش کردن، وقتی زیر زمینش برید مهرابه ها هست، میتونید ببینید. مهرابه با هی دو چشم، با هی حربی نیست که جایگاه حرب باشه، قبل اینا رو گفتم و نوشتم براتون. مهراب جایگاه حرب نیست، جایگاه مهرورزی است. عشق مهرورزی و دوست داشتنی است و خردورزی است. تازه که نمیفهمیدن چی بیچه، مهراب رو میگن جایگاه و جنگ. میری با کی؟ میری با خودت به جنگی بردک. اینا از ما گرفتن خیلی چیزا رو، ادیان از زرتشت و میترا گرفتن خیلی چیزا رو، اول از ما گرفتن. شما هر دین و آیین رو که نگاه بکنید از نور و خود، مثلا با شما بگم امروز رو میگم گوش کنید و من برسونم. مثلا طهارت، پاکیزگی، میگن آقا دستات سه بار آب بکش. یا این مال دستور پزشکی زرتشته، از زرتشت نخستین میترا سه بار بس کردن بگن چیز اومده یا رو چیز اومده با دستاتون رو الکل بزنید، ما بگونه سه بار آب بکش. این مال آین آریاییست. عربا که آب نداشتن تو صحرا بدبخت که اصلا بخواد دستور شده بشونن. یا اصلا میگن همخوابگی که با زن انجام میدی، میگه برو خود تو غسل، غسل رو بگن بگن قربت الله، قربت الله میگه که بری بکنی بعد خود بشوری. پس از یک آدم همخوابه میشه با خانمش، میدونید یک عرقی از انسان میاد بیرون، از همه جای آدم عرق میکنه. اون عرق باید شسته بشه از بین بره، خودش میکروب، همین میکروبایی که بینه رو میگم حالا میگم اسم دیگه میزن، باید رو خودت بشور. مثلا دستشوی میری توالت که میری، خیلی های مشکل دارم. امروز روز تعارف نیست، اینا تعارف نیست، ما بهتون بسید سخن اومد بگم. مثلا میره توالت، خب تو عربستان کنونی و صحراگردان و هر جا شما خواهیست نگاه کنی که آب نبوده که، رود رودخانه هم نبوده که خودش رو بشورن، با خاک تمیز میکردن، با خاک. ولی ایرانی میشسته، شما توالت میری باید بشوری، چون بعضی وقتا اونجا گیر میکنه، شلوار چرتت کثیف میشه، میره بیرون بوی گند میده. خب اینا همه از آیین ما گرفتن، خیلی چیز از ما گرفتن. همین هفرده که من بهتون میگم، همین آیین میترا، میترا وقتی میاد میگه که خب باید نیرو بسازه، این نیروش 7 تا رده داره، رده 7 میشه پیر. متر میگن اینجا، متر، متر یعنی به وکیلم میگن متر، استاد دانشگاه میگن مت، یک فیلسوف هم میگن مت. اون ردیف آهش متر، پدر پیر پارسیه. حتی الان هم در بعضی جای دنیا این سیستم هفتگانه هست، کار دیگه نمیخوام واردش بشم، که از پایین میگیری میری بالا، درجه میگیری درجه میگیری درجه میگیری. حالا
وقتی هم که پارلمان میخواد تشکیل بشه، پارلمان آریایی ایرانی، اونجور نیست که هر کسی بیاد اونجا بشه نماینده مجلس. که دموکراسی نیست که الان یارو اینا که اومدن خلا الان همین پارلمان الان جمهوری اسلامی رو بگیر، از اولش میگی تا الان اینا کی اومدن اونجا؟ یارو با میشه بسید جلسه نماز چه بخواد بقوله اینجا آسیا رفتن فلان، حرف زدن بلد نیست، راه رفتن بلد نیست، لباس پوشیدن بلد نیست، یکی گوریله یکی شامپانزه است، اینا وکیل مجلس جمهوری اسلامی. عقلم که ندارن که اون زنه که بیاد میگه با اون چادر چارچوش میگه چهار تا زنم بگیری درسته و اون کارم باید بکنی، مچی شوهرت هم باید باشی تو، این وکیله؟ دموکراسیه؟ دموکراسی آریایی نیست، زرتشتی نیست، دموکراسی مهستانه. چون مهستان آریای میترایی در آستانه سال 1760 تشکیل شد، در همین چند روز گذشته، و مهربان یاران از سر تا سر جهان در این مهستان شرکت کردن. من امروز بهتون میگم مهستان جایگاهیست که خردمندان اندیشمندان جمع میشن برای میهن مملکت تصمیم میگیرن. یارو که بعد نیست بنده شلوارش ببنده وزیر میشه، معاون وزیر خارجه میشه، چی میشه میتونه مشورت بده به تو، و تنبونش بلد نیست ببنده جلو مردم و دوربینا، حرف زدن بلد نیستن، دیپلماسی جهانی نمیدونن یعنی چی. الان که جور قبل هم همین جور بود، یعنی اونجا طویله پارلمان نیست که، پس دموکراسی اون نیست که هر کی چلو که آب داد تو بهش رای بدی، هر کیم گفت میری بهش تو بهش رای بدی، چون اینا رای را آوردن، رای خودشونه، یعنی آدمای خودشون بینا رای دادن. حالا یکی میگن 1,000,000 رای، نه ولی 100,000 تا رای آوردن، همین خلایی که الان سینه میزنن زنجیر میزنن، همین خلا، همینا که هنوز میگن، هنوز که هنوز نمیدونه که امام حسن امام حسین تا گیلان رفتن تو رو زدن قتل عام کردن، خودشون گفتن، همه آخونده گفتن نوشتن. حالا جالبه که همه شون خودشون گفتن نمیشتن، حالا که این داره گفته میشه مطرح میشه مطمئن میگه نه آقا نبود نشد. ها اینجا مچونه بگی تو زود مچی میشی، ابله نباش، مچیشو بگی. تا میگه نه امام حسن شرکت نکرده، بگو پس پدر سوخته یه پوفیوز، حمله به ایران بد بوده دیگه، پس عربا چی میگن دینشون را ناکمه، افکار عقایدشون حاکمه، اندیشه آریایی پارسی زرتشت و میترا و اینا رو از بین برده چیه بس؟ پس تو که وقتی میگی اونو حمله نکرده، این دیگه یعنی اینی که الان اجباری اومده تو مملکت ما باید بریم بیرون دیگه، فهمیدی؟ بگیرید زرنگ باشید. مهستان در زمان اشکانیان نیست و قبل از اون هخامنشیان یه پارلمان بود که روم از ما یاد گرفت. روم اگه میگن آه روم پارلمان داره، چون اینا همه از ما گرفتن و بعد دیگه اردنگ میزنم میگم عمل ما نبود، اینا همه از ما گرفتن. همیشه یک شورای مشورتی از بزرگان بود به نام مهستان. مه یعنی اندیشه، ماه نمیگیم، خردمند فرهیختگان جمع شدن مهستان. اون موقع ها مثلا تمام استاد دانشگاه مدارس فلان اینا و سرمایه دارا، حالا سرمایه دار بوده تو مخالفش بشه، یعنی سرمایه داره عقل اقتصادی داره که پول داره شده که عقل داره، شعور داره که با پول چجور کار کنه، اقتصاددان شده. مثل الان ترکیه توی سالها هرچی بد بوده برای کردای عزیز ما رو کشته فلان کرد، برای مردم خودش اردوان اومده پولدارشون کرد. اقتصاد فهمید یعنی چی؟ آخونده مادر نفهمیدن که اقتصاد یعنی چی، اقتصاد ریختن تو دامن و مصفه شیعه کردن، شیعه کردن، پابرنا شیعه شدن، الله و اکبر شیعه شدن. خب گوسال مردم من گشته شدن تو شیعه کرده که چی بشه؟ چی بشه آقه؟ اردوان اومد اقتصاد یک صفحه، دو تا نمونه شو بهتون بگم. مثلا گفت آقا برین خارج از کشور کار کنیم، برین همه قرارداد باس با اروپا که ما آدمامون میان اونجا بهشون راحت کارت بدید، اجازه کار بدید و فلان بدید، همه هم اومدن. خب بیاین اینجا کارخونه بذارین پیش ما فلان، بیاین چندین میلیارد رفتن تو ترکیه خارجی خسر بگیره، برای من نمیتونن بندازنش، چون بندازن میلیارد دلار بازم بگیره کردن. بعد من چون ترکیه خیلی رفتم از وقتی که توی 40 سال از ایران خارج شدم، ترکیه اسم اول تا حالا رفتم، حالا تا چند وقت پیش خیلی رشد کرده ترکیه. بعد بهشون گفت خب شما اینجا ما همه چیز کشت و کار و گردو و زیتون و میتون اینا داریم، اینا ماست داریم، ماست الان دانون اینا ماستشون اونجا میسازه. گفت اینا هم شما بریم اونجا دکون بزنیم. با الان توی پاریس فقط شما در نظر بگیرید تو 100 تا مغازه ترکه،
این ترکا عربی هم حرف بزنن، چون ما لوای اسکندرون هم هستن، محل همه جا هستن. اینجا اومدن نون میفروشه، همین لپه ایتور میفروشه، خیارشور ایتور میفروشه، بلان همه ما شرقه اونجا خرید بکن. این پول اولا که پول رو میده به خود ترکیه، چون جنس از اونجا بیاد، بعد میده ترکیه پول رو میفرستن اونجا، اقتصاد ترکیه رفته والا از هر نظر، بعد سرمایه‌گذاری خارجی با 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 با. خب این چی؟ این ای حزبی که اینا آوردن شعور داشتن، نایمدن چهار تا ابلهی که تا بعد تومون شو برای چیز بباده بکنه، فهمیدی چی شد؟ اقتصاد. حالا مهستان هم جایگاهیه که پارلمان اون جایی نیست که آقا رای میرم بدین، خب رای میرم هر کی چلوکی ها توی کشور غربی که با دو تا کلمه یارو خر میشه، دو تا کلمه میگه آقا ما خارجی ها رو میخواه اینجا بیرونشون کنیم، همه این رسیست ها میگه آقا خوب باید. میگه این یهودی ها چرا یک چیز نزن تو کلشون، حالا خود یهودی ها میگه یهودی ها نباید بزن دیگه تو کلشون، این رسیست ها میرم یه رای میدن آقا این همه کلک هایی که میمیس که الان جنگ شروع شده، اوکراینی تو یا روسی تو با کدوم شدیم؟ با اینا 40 سال دارن میجنگن، 400 سال دارن میجنگن، 14 قرن دارن میجنگن، 1000 سال دارن میجنگن، جنگ دکونشونه. وگرنه اروپا پوف بکنه مسکو رو میندازه بیرون از اوکراین. همین مسکو رو شما حالا غیر از حمله هایی که آمریکا کرده توی سالا، آمریکا از سال 1990 تا حالا شما میبینید تو آفریقا، آمریکای جنوبی، خاورمیانه، حتی موچه چمنه چن، چقدر جنگ و درگیری آفرید ایران را میکنه، چقدر جنگ. خب روسیه از این طرف، همین پوتین هر جنگی را آفریده پیروز شده. جنگ سوریه، سوریه جنگی دارن برای این جنگی دارن. کریمه را گرفت، گرجستان رفت گرفت، یارو روازی ها فران کرد. الان هم اونجا، حالا اونجا چی شده میگن؟ ما اونه میریم بچن که 500 400 100 200 میلیارد دلار پول میدیم اسلحه میفرستیم. یعنی چی؟ یعنی تو کل اسلحه سازی کار میکنه. حالا این سمینار که بگذاریم که باید داشته باشین زرنگ و ذکاوت و اینا، عزیزان من، ما بایستی پارلمان داشته باشیم، مطیع خردمندانمون باشیم، اندیشمندانمون. فقط امروز آخر برنامه یه نمونه دیگه بهتون میگم که شما ببینید چقدر گول میخورید، آلت دست دشمن شدید و میشید قاید شد. همون دشمنی که به شمشیر میزنه جمع که یا بگی اشهد و ان لا اله الا الله، بعدش هم محمد رسول، اگه نگاتم که میزنم همون دشمن، همون چوریگه تو رو، همون دشمن که بیاد چی میگه؟ میگه انال. ببین چقدر خر باید باشم من همین رو تو گوش کن، همین واژه رو، همین من چقدر باید خر باشم که رو باور کنم واقع، بعدم بخونمش دو خون بخون بخون ان الله و ملائکته، یعنی به درستی که الله و همه ملائکه یعنی هستی، هرچی در اون ملائکه اونیش که بال داره، ملائکه یعنی هرچه در هستی و الله هست، ماه و خورشید و نپتون و مارس و همه اینا، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی هم خود الله هم هر چی ملک امر داره اینا نماز میخونن به محمد، یصلون علی النبی، صلات یعنی نماز. اینا میگه اینا همه یعنی خدا نوکریه محمده، خدا به پاش میفته سجده میکنه اینا. تو چقدر خرابت بشی گیر باور کنی آخه، اعتقادتی باشه، زبونی که بلد نیستی تو ما چیزت کردن. خب ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، حالا الله و ملائکه‌اش که دارن سجده میکنن صلات نماز میخونن به محمد، ای خدایی که شما ایمان آوردید، صلوا یا ایها الذین آمنوا صلوا و سلموا تسلیما، اونجا میگه صلوا یعنی نماز بخونید، به سجده بیایید، سلموا تسلیما. بابا از این واضح تر میخوای بگه بهت مردک زرکوب زرینکوب گفت نشنیدی؟ در دو قرن سکوت، دو قرن سکوت پیش از اینکه ما به دنیا بیاییم گفت نشنیدی؟ حالا میشه میگه سلم و تسلیما، میگه ابله، حالا که فهمیدی که خود الله هم محمد سجده میکنه و اینا تو باور کردی، حالا دستا بالا تسلیم من باشد. چی خب یه کمی فکر و تعمق. حالا مهستان اونجاست که وقتی که زرتشت میاد رئیس مهستان هست، رئیس پیام آوران خرد هست، فرنشین هست، به تو درس میده، درس رو میگیری،
رده های هفتگانه رو طی میکنید، هر کدومتون بعد میشین زرتشت، میشین پیشوا، میشین سردار، میرین بالا، اونجاست که مملکت آزاد میشه، نه این که الان. حالا ما در رابطه با همین عرض کنم خدمتتون، زرتشت ها امروز من یک هدیه دارم بهتون بدم. من امروز میخوام یه زرتشت زن رو به شما معرفی بکنم. ما زن زرتشت هم داشتیم، درسای پیشین ما رو گوش میکنید که گفتم ما زرتشت های بسیاری داشتیم، حالا زرتشت زر ما داشتیم. زرین تاج قرة العین طاهره، اسم اولش بوده فاطمه، باباش اسمش میذاره فاطمه چون آخونده. بعد این دختر از خرد سالگی 12-13 ساله که از درس میخونه دکتر میشه. دکتر میشه، دکتر چیه؟ اینا که میگن مجتهد، مجتهد همون دکتریه، نه این مجتهد آخونده آیت الله. مجتهد یعنی کسی که تحصیل میکنه. من از دیرباز کتابی نوشتم به نام اجتهاد نوپردازی در اندیشه، فقاهت ایستایی در عقیده. این یک کتابی بود که من سالها پیش نوشتم، سومین چهارمین کتاب من بود. اونجا مطرح میکنم که مجتهد وقتی به درجه ای از تحصیلات میرسه، مجتهد میگیم یعنی دکتر. این غربی از ما گرفتن همین لباسی هم که میپوشن، لباس ابو علی سیناست، لباس دکتر رو میدم، میگن آقا دکتراشو گرفتین، این به جای عمامو یا رو چیزا نزنه و شعر نگنزنه، اما ابای ابو علی سیناست. خب دکتر میشه زرین تاج قرتله. بعد 13 ساله که از عروسی میکنه با پسرموش، پسرموش رضایت میکنه، زن ستیزه. و بعد این حرکت علی محمد باب شروع میشه، میاد یک تحول میخواد در فقه رو وجود بره. این طاهر قرة العین چی میشه؟ این طاهر قرة العین یک رهبر میشه توی این تشکیلات، یه رهبر میشه که باید که هرگز هرگز علی محمد باب رو نمیبینه، ولی اون باب اینو تایید میکنه. و وقتی که حجاب از سر برمیداره و اسلام رو میندازه کنار، اسلام میندازه کنار، این رو شما بگم، طاهره قرة العین اسلام رو نفی میکنه. و در دشت مغان، در بدشت، وقتی که اون کنگرهش تشکیل میده، همش از آیین نور و میترا و زرتشت و اینا میگه، ولی اسما رو نمیاره وجود. و از نور میگه، روشنایی و خرد میگه، چون مردم خرن اونجا، میاد پایین میخوان بکشنش. و اونجا این سیل جمعیت روی کنگره یک مهستان تشکیل میده. مهستانی رو که تشکیل میده، میگه که خب ما الان باید مبارزه مسلحانه بکنیم. مبارزه مسلحانه رو اونجا چه میکنه چه میکنه؟ ولی وقتی میاد، متاسفانه چون سادات تازی همواره اونا هم تشکیلاتی عمل کردن، با زرین تاج طاهره قرة العین برخورد میکنن و این گروه رو میگیرن و و و و حتی محمد علی محمد باب که در زندان هم هست رو میکشنش. و چون این حجاب از سر برمیداره طاهر قرة العین و میگه زن و مرد یکیست، یکی از بزرگترین رهبران آزادی بخش زنان در تاریخ بشر طاهر قرة العینه. 160 سال پیش تو سرزمین تو میاد میگه اسلام رو بذارید کنار. اسلام رو میگه به شما نگفتن ها، همچنان که طاهره قرة العین آثار زیادی داره، گربه تو افتادم نظر چهره به چهره رو شرح دهم غم تو را، نکته به نکته مو به مو. این همه خوندم نیمان میگه طاهره قرة العین که هست، فکر کردیدم یک شعر داره، بیش از 100 شعر داره، بیش از 100 نامه داره، کتاب داره. بعد اینا بعضیاش توی کواکب دوری اومده که در مصر چاپ شده، چون در ایران اینا ممنوع بوده. در ایران چون اسلام رو نفی میکنه، یادتون نره، قاطع میگه سیاوش عوستان، طاهره میگه بایستی به اندیشه و آیین و چیز نیاکان برگردیم و به خرد و عقل و دانش باید برگردیم. و حتی طاهره قرة العین هست که آقای نوری رو بهش لقب بهاءالله میده.
لقب بهاءالله رو طاهره است که به آقای نوری میده. طاهره یه رهبر بلامنازعه. از ایران تا عراق، ایرانک تا ایران کوچک، ایرانک عراق، لیلوا، بغداد، انبار، میره تبلیغات میکنه. اون موقع که اینترنت نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود، خودش میره در به در، میره خونه به خونه، میره تبلیغ میکنه. ای عاشقان، ای عاشقان، آمد زمان راستی، آمد زمان راستی، کجی شد اندر کاستی، آن شد که میخواستی، آن شد که میخواستی. شهر به شهر، کوی به کوی، روستا به روستا میره تبلیغات میکنه. بعد از شوهرش که طلاق میگیره اصلا آزاد میشه، میره در عراق هست. اینقدر آوازی زرین تاج طاهره قرة العین جهانی میشه در اون 150-60 سال پیش که اینا میان این ساواماهی های حفاظت اطلاعات سپاه اینا میان پیش باباش عموش و اینا که رو تکفیرش میکنه. عموش این رو تکفیر میکنه، پدر شوهرش هم هست. و بعد به باباش هم میگن، بابا چون هم آخوندن، میگن آیا دختر تا رو احضار کنید، خراب کرده، شروع کرده. و میگه دخترم پاشو بیا، پاشو بیا. پای میشه میاد، میگه یک راست میرم خونه ناصرالدین شاه رو میزنم. زرتشت کارش اینه، خونه ناصرالدین شاه رو میگه میخوام برم بزنم میزن و ناصرالدین شاه رو همراه کنم. یهو میفهمن اطلاعاتی و میگن این نه رو، چون این رهبر همیشه اسیر و زندانی و کانالیزه شده هستن. استعمار اونا که بالا دستور میدن، اون سادادی تازی تشکیلات، اون بالا تشکیلات، اون تو فهمه میخواد بره پیش اون، میگن نه نه نره و میرن از سر راه که داره مره تهرون شهر رک بارش میگردونن، میبرنش قزوین. طاهره قرة العین زرتشت زمان است، نخستین زرتشت زن در تاریخ آریای میترایی طاهره قرة العین. برید آثارش رو مطالعه کنید، تحقیق کنید. توصیه میکنم به مهربانیاران عزیزم، به زبان عربی بسیار ترجمه شده. من اون سال که در دمشق و بیروت و حتی مصر رفتم اینا رو دیدم، شوربختانه امکانات الان که نبود که میخواستیم یک چهار تا عکس بگیریم، بعد مالی اصلا اون موقع اجازه نمیده، تو دوربین میخواستیم به 500 صفحه که دا عکس بگیریم، نشد این کارا رو بکنیم، نسخه برداری بکنیم. ولی الان راحت شده دیگه، کار من نیست، کار شما هست، که خصوصا زنان عزیز. چون میدونید من اینو قاطع میگم و میدونم زرین تاج، اگر ببینید تاج زرین به سر، زر تشت توش هست، لقبی که میگه زر تشت توش، تاج زرین زر هست، اهمیت بزرگ زرین تاج به این است که آزادی زن خواستش بود، برای آزادی زن کار میکرد، هر چی داشت برای میزاش، برای همین هر کارم کرد. میگن حتی اوریان شده رفته توی حمام خزینه، کار خوبی کرده برای تو زن کرده، آزادت کنه. آره فاطمه شپشوهایی که میان میگن اخ وخ وخ، ما هر جو شوهر ما خواست ما مخابم بایش. زنان شما که اشتزار شما هستن، اینا رو شما ول کنین. وکیل مجلس هم که میشن اینا رو باید به چی میگن؟ به جای گاو باید اونجا بس اینا برن زمین ها رو شخ میزنن. پارلمان جای هر حیوان گاوی نیست که بری، مثل اینا که الان رفتن چیستم، اینا یا قبل هم بدن از بعد انقلاب تا الان چون بینید یک قیافه اینا شما اصلا روت میشه نگاه کنید، قیافه شون اخوبرگان شون میگه تا اینا مهستان تشکیل میدیم، اندیشمندان برای سرزمین تصمیم میگیرن، بقال عزیزم بقالیشه میکنه فداش بشم، اگر عطار تبابتشه میکنه، یارو اگر تو محله نونواست نونوایی خودشون کنه، هر کسی کسب و کار خودشون میکنه، اندیشمند
میهن گردان نمی کنه اندیشمند آتون الان حالان شد. خب پس نخستین زرتشت زمانه چون 150-60 سال پیش بوده دیگه زمانه میشه گفت دوست آقم زرین تاش هست و الان من به شما قول میدم و قاطع میگم رهبر آزاد بخش ایران زن هست، زن برمیخیزد و ایران را آزاد میکند. خواهید دید ما هستیم، شما هستیم، بشمر تا روزش زنان آزاده سرزمین من از آرتمیس تا آناهیتا. فکر این آناهیتا فقط اله هست، روی زمین بودن، روی زمین بودن نه پوران دخت ها، ایران دخت ها، شاه دخت ها، لیلا پهلوی عزیزم، ژان دارک گفت من میخوام ژان دارک بشم. ژان دارک قرصا رو به دروغ نسخه پیچیده بودم، معتاد نبود لیلا. نگذارید قهرمانان شما رو ترور شخصیتی بکنن، ترور شخصیت نکنن قهرمانان شما رو. به من گفت من میخوام ژان دارک ایران بشم. چیزایی که به من میگفت به مادرش هم نمیگفت. شما کدوم بچه دیدید بچینه با مادرش درد دل بکنه از حرفاش؟ یادتون نره اینا رو. لیلا پهلوی مثل برادرش علی رضا که پوتینای رضا شاه رو پوشید دشمن نمیگذاره، دشمن نمیخواد، ولی این بار بار دیگری است. این یار یار دیگری است. این سرزمین رو زن ایرانی آزاد میکنه. مردها پشت سرش راه میفتن، درفش کاویانی رو به دست میگیره، پرچم شیر خورشید رو به دست میگیره. خورشید سمبال تو بود. همه هم همه چه شیر به شیر باشه. بچه ها میخواستن من توی جنگل شیر رفیق بشن بایش بیارم شیر خوشی بود که اصلا دفت کنه دست بالا همین. الان اگر شیر بشه همه شما تن بکن میهن آزاد بشه، میهن آزاد بشه و زرتشت های تاریخ از شما خورسند بشه. یکی دیگه از دلایل این که شیر و سرزمین آریایی آیین میترا و زرتشت جایگاه زیبره این است که شیر سر شیر، شیر خورشید داریم ما ها، سر شیر مهر تابانه، سر شیر خورشیده، چشم زرینه و خورشید به پاس مهر خورشید و قهرمانی و دلاوری و سرداری و سلطانی شیر در جنگل. شیر خورشید بر پرچم تو نقش بسته، هر فرزند تو از خردسالی بایستی بدانی که شیر خورشید باشه، تشت زرین باشه، زرتشت باشه، زرتشت سر شیر خورشیده و هر ایرانی شیر. در سال 1852 به فتوای حرامزاده های تازی سادات تازی حاکم بر میهن من حکم اعدام میگیره، مردها رو جلو مردم میکشن، ولی زرین تاج طاهر قرة‌العین رو در باغ ایلخانی خفه میکنن. فریاد میزنه، آخرین فریاد زرین تاج، میگه من جانم را برای آزادی زنان میهنم دادم و مطمئن هستم که زنان میهنم آزاد میشن. آزاد شدن، آزاد شدن. رضا شاه اومد آزادشون کرد، محمد رضا شاه اومد بهشون آزادی داد و بعد عزیزان من شهبانو خیلی زحمت کشید برای آزادی زن، خیلی زحمت کشید.
بارها گفتم، بازم میگم، هیچ کس بری از خطا نیست. اشتباهات کرده میکنه هر کسی، خوبی بدی ترازو بیلان درصد. آثار زیادی از طاهر قرة‌العین بود که نابود شد، آثار بسیاری ازش مونده به زبان عربی و پارسی. اینها رو بایستی اونها که در اختیار دارن منتشر کنن، چون میدونید که یک سانسوری برای عدم انتشار فرمایشات نوشته و کلام های کسانی که انتقاد کردن به اسلام و اسلام رو نفی کردن هست. از فردوسیش بگیرین که سانسورش کردن از قدیم تا الان، بعد آمدن توش یک آقای چیزا گوشن زنده زن زن و اجده ها هر دو در خاک به زمین زیند و ناپاک به. او یارو که منوشته اینا رو موقع که چاپخانه نبوده که، چاپخانه نبوده که، یارو منوشته خطاط بوده، شاهنامه منوشته، میاد چیکار میکنه؟ زنش دیشب تو خونه باهاش دعوا شده، از سمانه بودیم که خور مادر کسی هم که نویسه خود داره شانوه رو نویسه دیگه، بر وزن او سبکه میتونه شعر بگه. شما الان خیلی هستن که بر وزن بابا طاهر رو شعر میگن، یک گروه هست اینجا اسمش بهش خودش بیه خودش خودش میگه شاعر، حالا درده داره شعر گفتی بگه بر وزن بابا طاهر. یعنی که خیلی از شعرها وزنی کار میکنن، بر وزن کسی شعر میگن، یعنی هر چی زور بزنه نه نمیتونه خودش بگه، یارو بر وزن نسیم شمار شعر میگه، شعر نسیم شمار حفظه، بر اساس اون میاد واژه رو عوض میکنه شعر. حالا خلاصه یارو که میمیسته شاهنامه میاد میذاره، بعد همه فکر میکنن مال فردوسی، مال فردوسی نیست، فردوسی زنش، زنش اینقدر بهش خدمت میکنه، منشیش بوده، زنش مینوشته شعرهایی رو و زنش یکی از واقعا سرداران آریایی بوده که تا آخر به پای فردوسی در ثروت غنا و در فقر وای میسته، بچه ها پرورش میده، آسمان رو او رو اضافه کرد. مثل که مثلا ای آن که گزیده ای تو دین زرتوش، اسلام فکنده ای تمام از پس و پاش، رو عمر، عمر خیام میگه گوشه ای نشین که خواهندت کش. این مال عمر خیامه، هیچ کی نقل نکرده الا صادق هدایت. الان شما صادق هدایت که روایت خیام منتشر کرده بخونید توش نیست. یا مثلا دیگه رشی رشتر خوردن و سوس مار عرب را به جا رسیده است کار، این که تا 20 سال پیشم تو حافظ تو شاهنامه بود دیگه نیست، یا خیلیش زیاد تو شاهنامه برداشتن، از این کار زیاد میکنن. حالا کارهای طاهر قرة‌العین زرین تاج رو چون از چیزا داره منتشر نمیکنن، باید بکنن، باید شما برین بگردید پیدا کنید اینا رو منتشر کنید بچه ها، وظیفتون اینه این چتمت های نبزه گرم. نکته دیگه مثلا در همین راستا لیلای پهلوی عزیزم، لیلای پهلوی عزیزم خیلی منو میدید، ما هم دیگر میدیدیم، بارها گفتم بازم میگم، خیابون شانزلیزه پشت دفتر من یه در دیگه از روی پونتیو داره، او پونتیو یک رستوران ایتالیایی بود، ایشون این رستوران خیلی دوست داشت، هر از چندی که میمد پاریس اونجا میمد میشست قضام خیلی صحبت میکرد. و چه پرنسس سریا اسفندیاری عزیزم، چه علی رضا پهلوی عزیزم، چه لیلای پهلوی عزیزم، اینا خیلی علاقمند به آیین اوستا بودن. اینا علی رضا از موقع درگذشت لیلا که من کتابا رو بهش دادم عاشق شد، علاقمند شد که داشت رشته موسیقی رو میخوند، گذاشت کنار رفت تو رشته ایران شناسی و خیلی هم زد بالا. حالا هر دو تا اینا چون لیلا یک اندیشمند بود، لیلا دروغ اومدن که آقا معتاد بود خودکشی، یعنی دروغه، بعد کسی که خودی هم بیاد حرف بزنه بدتر، روی رقابت های خانوادگی حسادت ها اینا، یک اندیشمند بود لیلا، مولوی، حافظ، سعدی شاهنامه رو میخوند، ترجمه میکرد به آلمانی، ترجمه میکرد به فرانسوی، ترجمه میکرد به انگلیسی، خونه هم نداشت، اسم میراث باباش هم بهش نداده بودن، خودش کار میکرد برای یک مد، گفتم اینا رو قبلا دیگه، والنتین، و توی لندن توی یک هتلی قیمتش هم مدرس بود، یعنی قیمت بالایی نداشت، همه الان شما بینید شبیه 150 دلار بیشتر نیست، تو هتل هم زندگی میکرد، یه خونه نداشت، تفلی اندیشمند بود، یه آثارش بود منتشر بشه الان،
آثار ترجمه کرده اشعار ایرانی رو، اشعار ایرانی رو به زبانهای مختلف دنیا ترجمه کرد، عربی هم بلد بود، 5 زبان بلد بود دختر، این نابغه ای بود. وقت میان تحقیرش میکنن میزنن زمین، آقا قرص خورده، این رفقا اینا این حرفا یعنی چی؟ سادات تازی همیشه میخوان افتخارات ما رو بگیرن، ما باید بیهوش باشیم. در این رابطه من از شعبان عزیز خواهش میکنم، ازشون خواستم، رسما خواستم، اینجا هم اعلام میکنم که تاریخی بمونه، شعبان عزیز هم که از شما خواستم، آقای کامبیزات آقای عزیزم هم شاهد هستن که اینها رو باید منتشر کنید، آثار لیلای عزیزم و آثار علیرضا عزیزم. علیرضا تز دکترا داره، خرد مینوی آقا اینقدر زیباست، اینقدر چطور شما سوزوندینش؟ خب همه میدونن دیگه ضد اسلام بودن، اینا مسلمان نبودن که، گفتید اونا رو بسوزونید، مسلمان نیست دیگه. خب اون بچه داره ایرانیان لیلا پهلوی عزیزم، اونجور که شما فکر میکنین به اسلامی عروسی نکردن، ولی رها دیده ور زنشه، زنشه، با هم به سنت اسلامی با هم عروسی نکردن، زنشه. ممنونم شعبانه که پذیرفتی شما، ولی آثار این دوتا رو باید منتشر کنید، مثل قرتل اینها نباید 150-60 سال بگذاری هیچ کسی آثار اینها رو منتشر نکنه، نباید مثل حافظ بشه که بریزن تو چاه تمام کتاباشو بسوزونن فقط اشعار حافظ منتشر کنن. خوشبختانه که شاهنامه مون بردش تو دربار، داد به شاه فردوسی، وگرنه شاهنامه منم نابود میکردن اینا. بعد به خاطر پول همه کس همین چیز همه کار هم میفهم، نه نشد که این کار، کار قرنطولی این رو بایستی تا زرین تاج رو منتشر کن. نکته بسیار مهمی که عرض کردم آخر برنامه میخوام بهتون بگم اون اینه، ببینید یکی از مشکلات اصلی برای رژیم جمهوری اسلامی هنرمندان عزیز ما بودن، هنرمندان عزیزی که خصوصا محبوب هم بودن، خصوصا هنرمنده عزیزی که محبوب که بودن هیچ، اینا رو سانسور کردن، نذاشتن کار کنن. این هنرمندان عزیز وقتی که از دنیا رفتن تو ایران شلوغ شد، شلوغی هم برای رژیم خطرناکه، رژیم نمیخواد شلوغ بشه، رژیم همچنان که تظاهرات نمیخواد باشه، برای درگذشت یک هنرمند هم نمیخواد که میلیون آدم بیاد توی خیابون، نمیخواد این کار بشه. با فردین این کار شروع شد، برای فردین 3 میلیون نفر آمدن توی خیابون، رژیم به وحشت افتاد. از اون موقع سعی کرد آدم ها یه جوری بمیرن، یه کجای بمیرن که نتونن اینا بیان اعلام کنن مردم بریزن توی خیابون، پدرسوختگی هایی کردن که حالا خودش برای هر کدوم یه قصه ای است، برای هر کدوم یه قصه ای است. مثلا آخرش احمد آزاد عزیزم بود، احمد آزاد عزیزم که میخوان از ایران از آمریکا بیان شیرا، میگن آقا به یک شرط نگین، خاکش کردیم بعد بگید. یا شاید میدونید، اونایی که تو ایران نمیدونن، توی خارج از کشور نمیدونن، چون گوش نمیکنین رسانه های ایران. همه اونایی که توی 30 سال موندن تو ایران، 40 سال 43 سال تو ایران موندن، همشون مدارن کار میکنن با رژیم، حالا اسمش هر چی بخواد باشه، خدا روانش رو شاد کنه، جمشید مشایخی بود مثلا، آقای دیگه عزت الله انتظامی، عزت الله انتظامی میگه آقا اینا همشون تعریف رژیم کردن میکنن، پرویز پرستویی، داریوش ارجمند، حاتمی کیا، همه اینا تعریف رژیم کردن میکنن، هیچ کس هم بینا نمیگه آقا بالا چی شده امروز، کدومتون رفتین یقه پرویز پرستویی رو بگیرید که آقا تو چرا رفتی دستبوس خامنه ای و خمینی و تعریف کردی و فیلم برام بازی کردی و فلان حزب اللهی شدی فلان، اینا رفتین چرا اینو بگین، کدومتون یقه اینا رو گرفتین؟ ولی چرا الان در این شرایط میان یقه یکی رو میگیرن؟ یک کسی که حرفی زده چند سال پیش بوده، مال قدیمه، تو خارج اینا میان الان این مطرح کردن برای همه بفرستن. چرا؟ چون من میگم رک میگم دیگه، چون اینو میخوام بگم، همه اونایی که با رژیم کار کردن تعریف رژیم کردن، اونایی که با رژیم کار نکردن هم مثل حتی ناصر ملک موتی، آخرین بار شما ببینید ناصر ملک موتی خدا رحمتش کنه، روانش شاد، ایرج قادری روانش شاد، روانش شاد، چاکرشم، ولی بهایی بود، اومد توبه نامه نوشت، روزنامه چاپ شد، بعد کار کرد، اینا همه رو شما فراموش کردین. بعد فقط اکبر گلپایگانیست که موند، نذاشتن کار بکنه، یک کلمه هم تعریف رژیم نکرد، فخر میکردن. حالا یکی دیگه هم بود، اون این بود که آقا خارج شد از کشور، که بره خارج از کشور بخونه و بمونه و ایران، به هر حال وضع زندگی هم خرابه تو ایران،
مردم پول ندارن الان زندگی میکنن، نون شب ندارن بخورن، هر کی میخواد باشه هنرمندم باشه نداره بنده خدا. ایشونو برداشتن بردنش آمریکا، همین هنرمندی که من برام صحبت کنم. وقتی بردنش آمریکا یک مدتی که تو آمریکا بود دیدن یکی دو تا کنسرت، بعد کسی برایشون کنسرت نذاشت. هنرمند عزیز و نازنینی که محبوب بود، این همه کارو با فرهاد کردم، چون فرهاد من اینجا براش برنامه گذاشتم، تیکرش کردم تو اروپا، آقاسی رو پشت صحنه تیکرش کردم چون خواستم برگردم ایران، پشت صحنه من این دوتا رو تیکر کردم که با پول برگردن ایران. ولی فرهاد رو کشوندنش آمریکا، تو آمریکا یک برنامه رفت دیگه بهش برنامه نرفتن. تفلیو به من زنگ زد گفت اینا اینجور شده اینجور شده، گفتم بی خود رفتی آخه اینا. حالا فرهاد هم برگشت ایران رو بعد از دنیا رفت، روانش شد. این دوست عزیز، این استاد عزیز رم اسمش هم میگم، خوب گوش کنید، ایرج، ایرج خواجه، ایرج عزیزمون، فردین به جاش میخورد. ایشون میره آمریکا، بعد میاره آبی آمریکا قرارداد مراداد تلام را. وقتی میره اونجا تفلی اونجور که بوده و گفتم نیست، یا تو خونه میمونه نه برنامه ای نه پولی، بنده خدا ایرج هم وضعش مالیش خوب نیست آخه، میمونه اونجا یک مدتی چند ماه اینا میبینه وضع خرابه، میگه میخواد برگرد ایران. میگه ها برگرد ایران که نمیشه که، تو اومدی پاست هم تمدید نکردی و فلانم، پاس اینجا بمونن نمیشه، باید یک تعریف کنی تا بری. همین تعریفا رو همه کردن بهروز وثوقی عزیزم، بهروز وثوقی عزیزم. اصلا موقعی که برای خودم کار میکرد تا همین الان یک کلمه علی رژیم حرف نزده، همش میگه من ایران دوست دارم میخوام برم ایران، خود درستی کی نداره. همون موقع که اون موقع ها به ما با برای من کار میکرد، به یاستان سوگرم مخمل باف، آقای محسن مخمل باف، ایشون از سیناستای حزب الله بود، موقع عروسی خوبان اینا رو ساخته بود، هنوز اینجور که بعدن شد نشده بود. به یزدان سوگند، بهروز وثوقی، خودش یادش آمد میگم، به من گفت به مخمل باف بگو من حاضرم هر فیلمی بده بازی میکنم که برم، یا هر فیلم داد من بازی میکنم. ما موقع به محسن گفتیم بهش بازی نداد. مثل پروانه ای در مشت، چه آسون میشه ما رو کشت. ترور شخصیت بعدم ترور جسمی. با سپاس از برادرم مهندس امیر شجره، دبیر کل این تلویزیون آگاهی بخش، و سپاس از مهرورزی های تاریخی شجره به میهن و مردم ایران. عزیزان من، سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و کپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید.